بسم الله الرحمن الرحیم. سلام محصلین عزیز، ویدیو امروزی مضمون باکتریولوژی طبی ما در مورد باکتری است به نام مایکوباکتریوم لپره. مایکوباکتریوم لپره باعث مرض میشه به نام لپروزی یا جذام. مشخصات عمده مایکوباکتریوم لپره را در موردش گپ میزنیم. انسان ها میزبان طبیعی ای باکتری میباشه، ولی این باکتری در نزد حیوان به نام ارمادیلو هم وجود داشته بوده میتونه و میتونه که در انتقال این باکتری بره انسان نقش داشته باشه، ولی حتی در جاهایی که این حیوان وجود نداره در اوج هم واقعات جذام وجود داره که در اوج اکثرا انتقال از یک انسان به انسان دیگه صورت میگیره. خب این باکتری را ما نمیتونیم در محیط های کشت مصنوعی و یا هم در سل کلچر در حجرات زنده در لابراتوار کلچر بکنیم، ولی به خاطر کشت کردن از اونا میتونیم که در کف پای حیوانات لابراتواری مانند موش و حیوان به نام ارمادیلوز کلچرشان بکنیم. خب مایکوباکتریوم لپری از لحاظ تلوین سپور اینا فاقد سپور هستند و ضمناً اینا کپسول ندارند و همچنان اینا کدام عضو حرکی ندارند که توسط از او حرکت داشته باشن، یعنی غیر متحرک هستن و از لحاظ تلوین گرام اینا رو ما تلوین گرام نمی کنیم، بلکه مانند مایکوباکتریوم توبرکلوزیس اینا رو تلوین اسید فست می کنیم که امو تلوین زلنلسن یا تلوین اسید فست. البته زلنلسن روش تلوین اسید فست گرم به نام زلنلسن هم یاد میشه و ضمناً در قسمت رشد از اینا، رشد از اینا بهتر در قسمت حجرات جلد و پریفرال نرف سیستم یا عصب محیطی خوبتر صورت میگیره، چون اینا رشدشان بهتر در حرارت 30 درجه سانتیگراد است. ولی رشد از اینا بسیار بطیس، مثل که شما ببینید دبلینگ تایم یا امو جنریشن تایم یا مدت زمانی که تایی از او یک باکتری به دو باکتری تبدیل میشه بسیار طولانی است و حدود 14 روز در بر میگیره. و دلیلی که تداوی از اینا هم بسیار طولانی هست و نیاز است که تداوی از اینا برای 2 سال یا بیشتر از 2 سال ادامه داده شده همی است که رشد از این باکتری بسیار بطی است و به آسانی هم از بین نمیرن. در قسمت انتقال مایکوباکتریوم لپری اگر گپ زده شده، انتقال از اینا اکثرا از اثر تماس مستقیم با مریض میتونه که انتقال پیدا بکنه و انتقالشان ممکن از طریق تماس با جلد و یا هم از طریق افرازات انفی یا بینی انتقال صورت میگیره، چون مریضان مصاب به لپروزی یا جذام اکثرا این باکتری را به مقدار زیاد از طریق افرازات بینی و یا هم از طریق قرحاتی که در جلدشان وجود داره اینا را میتونند که به اصطلاح به دیگرها انتقال بدن و تماس متداوم با این در صورتی که جلد تخریش شده با اینا تماس پیدا میکنه و یا هم از طریق انشاق میتونه که باکتری داخل سیستم تنفسی شود و مثل که در دیاگرام شما میبینین و وقتی باسیل ها از طریق افرازات بینی اطراح میشه یا خارج میشن ممکن توسط یک شخص حساسی مثلا انشاق شد و بعد از انشاق شدن در قسمت الویول ها یا در قسمت کیسه های هوایی توسط مکروفش های اینا بله میشن و بعد از او در صورتی که مکروفاژ ها نتونن که نارو تخریب بکنن یا یک تعداد از اینا در داخل مکروفاژ وقت انقسام میکنن، میتونن از طریق دوران خون اینا سیر بکنن و به قسمت های جلد و عصب محیطی انتشار پیدا بکنن و علاوه به اینکه انتشار پیدا میکنن، بعضی از حجرات هست که بیشتر حساس هستن یا به اصطلاح دیگه بگوییم که مایکوباکتریوم لپری در اونا بیشتر انقسام میکنه که شامل حجرات هستوسایت هستند یا مکروفاژ های جلدی و شامل حجرات اندوتفیل هستند و همچنین حجرات عصبی شوانسل. مثل که در تصویر شما میبینین شیوع مرض جذام در کشورهای مختلف شما در جدیده میتونین و در اینجا میبینین که کشورهایی که واقعات بیشتر دارن به رنگ سرخ نشان داده شده و شیوع در هر 10,000 نفر در مناطقی که به رنگ سرخ نشان داده شده حدود 5 الی 15 واقع است و بدبختانه که افغانستان هم در جمله کشورهایی است که
در اوجا واقعات جزا موجود داره، ولی خب میزانش باز کمتر است که میبینید شما به رنگ زرد نشان داده شده و مثل که در تفصیلی که در پایین داده شده هم میبینید که گفته شده که در این مناطق که به رنگ زرد نشان داده شده شیوع جزام یا لپروزی حدود 0.1 الا 1 واقعه در هر 10,000 شخص است. بنابراین در افغانستان واقعات جزام وجود داره، ولی خب تعدادشان نسبتاً کمتر است از مناطق دیگه کرده. و در جاهایی که اصلا واقعات لپروزی یا جزام وجود نداره شما میبینین که به رنگ خاکستری نشان داده شده. ولی به هر صورت این مرض تقریبا یک مرض جهان شمول است و اکثرا واقعات از اینا در مناطق حاره که شامل مناطق حاره آسیا میشه و افریقا میشه در اوجه بیشتر وجود داره. ولی در کل اگر بگوییم جهان شمول، در اکثریت کشورها واقعات از اینا بسیار کم یا نادر است. از لحاظ تولید مرض، وقتی این ارگانیسم داخل وجود شدن، وقتی به داخل مکروفاژ ها انقسام کردن، بدن از طریق دوران خون به حجرات هستوسایت جلد که شامل مکروفاژ ها میشن در داخل از اینا، در داخل حجرات اندوتلیال و در داخل حجرات شوانسل که اینا حجرات هستن که امو میالین بر رشته های عصبی بسازن، که در داخل از اینا بیشتر انقسام میکنه یا تمایل ای باکتری به ای حجرات بیشتر میباشن. خب شما میبینین که اشکال مختلف مرض جذام یا لپروزی وجود داره. یعنی دو شکل مشخص مرضی که به نام توبرکولوئید لپروزی یاد میشه و لپروماتوس لپروزی یاد میشه. توبرکولوئید لپروزی ای را به نام پوسی باسیلری هم یاد میکنه، تعداد باسیل ها در اینجا بسیار کم میباشه، و لپروماتوس لپروزی یا جذام لپروماتوس که ای را به نام مالتی باسیلری هم یاد میکنه و در اینجا تعداد باسیل های مایکوباکتریوم لپره در نزد از این مریض ها فوق العاده زیاد می باشن. و دیگه چندین شکل انترمدیت فرم هم وجود داره یا باردرلاین. مثلا ما شکل باردرلاین توبرکولوئید باردرلاین داریم، لپروماتوس باردرلاین داریم، یا مید باردرلاین لپروزی داریم. یعنی اشکال مختلف از اینا وجود داره، ولی اساسا اشکال مشخصشون شامل جزام توبرکولوئید و جزام لپروماتوس می باشه. خب از لحاظ تفکیک مثل که در جدولی که در تصویر آورده شده شما می بینین که در جزام توبرکولوئید اینجا اکثرا پچ های ایجاد میشه، پچ های مشخص یا لکه های مشخص که خشک می باشن در روی جلد قابل مشاهده می باشه و اکثر سوی تشکلات در این بسیار کم می باشه یا وجود نمی داشته باشه. یعنی سوی تشکلات مثلا در نزد این مریضایی که توبرکولوئید لپروزی دارن اکثرا همون شکل شیرنما در نزدشان ایجاد نمیشه، انگشتایشان به اصطلاح کلوشپ نمیشن یا شکل پنجه نما رو نمیگیره و لوپ های اضافی هم در گوششان مشاهده نمیشه. ولی معافیت در نزد از اشخاص خوب است، یعنی همون معافیت حجرویشان در کنترل این باکتری خیلی خوب است و حتی بعض موارد میشه که اینا دوباره صحتیاب شون و راحتی و بهبود پیدا بکنند. در حالی که در شکل لپروماتوس لپروزی یا این شکل خبیثش هم یاد میکنن، در اینجا سوی تشکلات بیشتر است. مثل که شما در تصویر به طرف راست میبینین ممکن چهره مریض یا شکل مریض مثل یک نقاب شیر که یک انسان پوشیده باشه یا شکل شیر برای خود میگیره، و در قسمت انگشتایشان اینا انگشتایشان شکل پنجه مانند میگیره، شخ میمونه و نسبتاً شکلشان هم به اصطلاح انگشتایشان کجی پیدا میکنه و نوکای انگشتا هم ممکن استخوانش ضعف شوه، و از طرف دیگه در قسمت گوششان لوپ اضافی پیدا میشه، برجستگی های نسجی در قسمت گوششان پیدا میشه و بینیشان فرو رفتگی پیدا میکنه، و از لحاظ امیونیتی یا معافیت این اشخاص معافیت حجرویشان فوق العاده ضعیف میباشه. خب در اینجا هم در مورد توبرکولوئید لپروزی توضیحات داده شده. شما میبینین که مثل که قبلا گفته شد معافیت حجروی از اینا بسیار خوب است و این معافیت حجروی از اینا حتی میتونه که باعث محدود ساختن امو باسیل های اسید فست یا میکوباکتریوم لپری شود، و در اینجا عکس العمل های گرانلومایی هم وجود میداشته باشه
که در اوج حجرات غول‌پیکر وجود می داشته باشه و اینا در قسمت به اصطلاح محدود ساختن باسیل ها می تونه نقش عمده را داشته باشه. و اکثرا معافیت حجروی که در توبرکولیت لپروزی تأمین میشه توسط حجرات سی دی فور پازیتیو تی لمفوسایت و عمدتا توسط تی هلپر یک که اینا سایتوکین های عمده را تولید میکنن مانند گاما انترفرون، انترلوکین دو و انترلوکین دوازده. اینا میتونن که در قسمت به اصطلاح ایجاد معافیت نقش داشته باشن و اکثرا در اینجا تخریبات حجرات عصبی که در حالت توبرکولیت لپروزی واقع میشه از اثر عکس العمل حجرات معافیتی یا سل میدیتد ایمیونیتیز، یعنی معافیت حجروی است که باعث آسیب حجرات عصبی میشه. چون قبلا هم گفته شد که مایکوباکتریوم لپری به داخل حجرات هیستروسایت به داخل شوانسل حجرات اندوتلیال رشد میکنه. برای این حجرات شوانسل که در رشته های عصبی وجود داره ای معافیت حجروی یا ای حجرات ما باعث تخریب همی حجرات آلوده توسط مایکوباکتریوم لپره میشه. و از طرف دیگر تست جلدی که به نام لپره مینیاد میشه در نزد ای اشخاص مثبت است. یعنی اگر ما شما تست جلدی را در نزد از ای اشخاص بکنیم چون معافیت حجروی از اینا قوی است بنان عکس العمل در نزدشان به وجود میاد و میتونیم که ما این تست در نزدشان به شکل مثبت دریافت بکنیم. در حالی که در شکل لپروماتوس باز معکوس از اناس، یعنی در نزد از اونا تست جلدی باز منفی میه. خب در لپروماتوس لپروزی یا شکل خبیث جذام در اینجا عکس العمل معافیتی حجروی ضعیف میشه یا ضعیف میباشه، ولی خب عکس العمل خلطی در نزدشان میتونه وجود داشته باشه. ولی در کنترل مرض عمدتا عکس العمل معافیتی حجروی نقش عمده داره. خب در اینجا حجرات که در قسمت جلده است و در مخاط است اینا به اصطلاح آلوده میشه و قرحات این مرض در قسمت جلد و غشای مخاطی بسیار به صورت واضح دیده میشه و این قرحات مملو از خود باکتری که مایکوباکتریوم لپری هست میباشد. و از طرف دیگر در نزد این مریض ها در صورتی که اگر سلایت ساخته میشه فومی هستروسایت فوقلاده زیاد دیده میشه و ای فومی هستوسایت در حقیقت همون هستوسایت ها هستند که در داخل از اینا واکیول های شحمی فوقلاده زیاد می باشد و میزان فومی هستوسایت نسبت به حجرات یا عکس العمل های گرانولومایی بیشتر می باشد، در حالی که در نوع توبرکولوئید در اوج اکثر هم گرانولوماها وجود می داشته باشد، اما در اینجا فومی هستوسایت نسبت به گرانولوماها بیشتر می باشد. و مثل که قبلا گفته شد در نزد اشخاص وقتی ما شما تست جلدی لپرومین میکنیم منفی میه و دلیل منفی آمدنشان هم ایست که چون معافیت حجروی در نزد اشخاص فوق‌العاده ضعیف است بنان در مقابل امو خلاصه انتیجنی که در نزد از اینا زرق شده عکس العمل به صورت درست واقع نمیشه، به امو خاطر است که تست بهشان منفی میه. خب دریجه تخریب حجرات عصبی توسط خود ارگانیسم صورت میگیره، یعنی انقسام خود حجرات در داخل حجرات باکتریایی یا مایکوباکتریوم لپری در حجرات عصبی باعث تخریبشان میشه چون اینجا معافیت حجروی ضعیف است، در حالی که در شکل توبرکولوئید بیشتر گفتیم در اوج باز چی است معافیت حجروی فوق العاده قوی است و این عکس العمل معافیتی است که باعث تخریب حجرات عصبی میشه. یافته های کلینیکی از اونا طور است که دوره تفریح از اونا بسیار طولانی است و ممکن چندین سال در بر بگیره و اکثرا مرض وقتی به وجود میاد بسیار به صورت تدریجی پیشرفت میکنه. خب در قسمت توبرکولوئید لپروزی یا در قسمت لپروزی سلیم اکثرا مکیول ها یا قرحات مکیولر به شکل هایپوپیگمنتد به وجود میاد یا لکه های کم رنگ به وجود میاد و ایچه اکثرا حجرات عصبی و حجرات سطحی جلد نسبتا زخیم میشه و تقریبا یک بی‌حسی جلدی در نزد مریض وجود می داشته باشه، در حالی که در شکل جذام خبیثه در ایچه قرحات نودولر به وجود میاد در نزد مریض و جلدشان فوق‌العاده زخیم میشه و حتی چهره مریض شکل شیرماننده به خود میگیره،
یا مثال بگویم مثل از این معلوم میشه که یک شخص نقاب شیر پوشیده باشه، چون در اینجا به اصطلاح حجرات عصبی و حجرات جلدی فوق العاده رشد میکنه و رشد از این و ضخامت از اینا باعث میشه که در بعضی از قسمت های جلد برجستگی ها یا نودول ها ایجاد شوه و ایست که به اصطلاح شکل یا چهره شیر برای خود میگیره. خب به هر ترتیب بعض موارد در نزد مریضای مصاب لپروماتوس لپروزی خصوصا به تعقیب تداوی یک حالت به وجود میاد به نام اریتیما نودوزوم لپروزوم. یعنی اکثرا وقت تداوی میشه در نزد از اینا ممکن این حالت به وجود بیاد که نشان دهنده یک به اصطلاح فعال شدن دوباره معافیت حجروی را در نزد از اینا نشان میده و توسط دردها یا نودولهای در بسیار دردناک و همچنان یوویتیس یا به اصطلاح قرار گرفتن رنگ یا مشاهده رنگ در چشم و همچنان توسط التهاب حجرات عصبی مشخص شده میتونم. دلایلی که اکثرا این مریضا شکلشان به اصطلاح تغییر میکنه یا سوی تشکلات در پیشان دیده میشه یا بد شکلی یا بد قواری در نزدشان ایجاد میشه مثل که در تصویر میبینین، این میتونه سه دلیل عمده داشته باشه. یکی که چون در نزد از این اشخاص یک بی‌حسی یا انستیزی جلدی به وجود میاد، بنابراین سوختگی ها و ضربات و تراما میتونه باعث سوی تشکلات در نزد از اینا شوند و چون اینا خوبتر حس ندارن یا به اصطلاح بی‌حس هستن اکثرا قسمت های سطحی وجودشان، بنابراین تخریبات هرچی پیششان به وجود میاد اینا به قصهشان نمیشه. به طور مثال اگر بگویم چون جلد از اینا بی‌حس است، اگر فرض مثال می سوزه یک قسمت جلدشان هم اینا به صورت درست خبر نمیشن تا او را به اصطلاح احتیاط بکنن یا خود دور بکنن و به اصطلاح در تداوی از او سوختگی اقدام بکنن، یا فرض مثال اگر یک چیز تماس میکنن یک قسمت جلدشان رو جرحه میزنن چون درد احساس نمیکنن، بنان بیشتر قرحات شکل خبیث در نزد از اینا میتونه که بگیره. بنان یک دلیلی که باعث به اصطلاح بدشکلی در نزد از این مریضا میشه همیست که بی‌حسی در قسمت سطحی وجود یا در قسمت جلد وجود داره، بنابراین قرحاتی که به وجود میاد اکثر این مریضا به اصطلاح در قصهش نمیشن و او میتونه که پیشرفت بکنه. دوم، ذوب شدن یا حل شدن استخوان هاست، خصوصا در قسمت که نسبتا استخوان های تیز هستن، مثلا در نوکای انگشت اکثر نوکای انگشت از اونا استخوان‌هایشان ذوب میشن و قسمت نوک بینی ذوب میشه که حتی یکی از علائم شکل لپروماتوس لپروزی هم همین بود که بینی آهسته آهسته چی میشه به طرف داخل فرو میره. و سوم، خود تراکم و به اصطلاح قرار گرفتن یا رشد بیش از حد حجرات جلد و حجرات عصبی در قسمت جلد و همچنان فولدنگ یا چملکی یا چین خوردگی جلد باعث میشه که این اشخاص شکل بدقواره رو به خود بگیرن. خب مثل که در تصویر هم شما میبینید چون مریض اصلا گفتیم حس درد از دست میده در قسمت های جلد، بنابراین هر چی ضربه میبینه یا میسوزه هیچ اصلا به او توجه نمیکنه چون اینا درد حس نمیکنن. و شکل حالت دوم یا دلیل دومش هم گفتیم چون اما استخوان‌های از اینا خصوصا استخوان‌های نوک‌تیز از اینا مثل استخوان نوک بینی و استخوان نوک انگشت اینا چون تخریب شده میرن و استه ذوب شده میرن، بنان این هم باعث امو بدشکلی یا بدقواره ای بشه. خب تشخیص لابراتواری از اینا طور است که اول تلوین اسید فست میتونیم بکنیم، یعنی نمونه هایی که از افرازات از اینا یا از قرحات از اینا گرفته میشه در اوجه اگر ما اونا رو تلوین اسید فست میکنیم در اوجه باسیل های اسید فست قابل مشاهده میباشد و ضمناً فومیسل ها یا مکروفاژ هایی که به شکل فوم دیده میشن یا مملو از وکیول های شحمی دیده میشه هم در نزد از اینا بیشتر وجود میداشته باشه. خب بر تست های سیرولوژیک از اینا میزان انتیبادی یا تعیین انتیبادی ای جی ام در مقابل فنولیک گلایکولیپید یک میتونه در تشخیص از اینا مومد واقع شوه. البته اهمیت از اینا در کیس لپروماتوس لپروزی
مهم است، ولی در کیس توبرکولیت لپروزی باز اهمیت نداره. یعنی یک تست سیرولوژی که جدید از اینا هم انکشاف داده شده که در اوج انتیبادی ای جی ام در مقابل فنولیگلایکولیپید یکی از اینا تشخیص میشه و اهمیت از اینا بیشتر در لپروماتوس لپروزی وجود داره. تست پی سی آر از اینا هم وجود داره، یعنی در صورتی که یک کسی از لحاظ سیرولوژیک مثبت میاد میتونیم که متوسط تست پی سی آر هم کنفرم بکنیم. از طرف دیگه دیده شده که کسایی که به جزام خبیث یا لپروماتوس لپروزی مصاب می باشند، اینا اکثرا در مقابل تستای وی دی آر ال و رپید پلازما رجن که اینا اساسا تستای غیر مشخص سفلیس است، در نزد از اینا مثبت کاذب می آید. یعنی کسایی که مصاب به جزام خبیث باشه هرگاه تستای غیر مشخص سفلیس که مثل وی دی آر ال و رپید پلازما رجن است اگر پیشان اجرا میکنیم این مثبت کاذب میدم. بنابراین بهتر است که بر از اونا باز تستای مشخص سفلیس اجرا شوم. و این هم روش گرفتن نمونه است از قسمت جلد که اول مثلا از لوپ گوش اگر نمونه گرفته میشه او رو یک کم فشار میدیم و بعد توسط پل جراحی بسیار به صورت سطحی یک شق ایجاد میکنیم و مایه سیروسی که از اوج خارج میشه او را جمع‌آوری کرده و در روی یک سلاید میمانیم و او توسط اما حرارت که در محیط است و باید خشک شود و بعدا تثبیت می شود و بعدا تلوین اسید فست یا زلنلسر می کنیم و در تحت میکروسکوپ اونا را مشاهده می کنیم. این هم روش گرفتن نمونه است مثل که پیشتر گفته شد، فقط توسط پل جراحی یک خط سطحی می کشیم و بعدا از اوج مایعی که خارج می شود رو کتی نوک پل برداشته و بر روی سلاید هموار می کنیم و تلوین اسید فست می کنیم. خب این هم از قسمت بالایی چشم یا بگویم از قسمت ابرو گرفتن نمونه است. معمولا در کیس لپروزی نمونه از چند ساحه گرفته میشه، مثلا از قسمت بالایی ابرو، از قسمت نوک بینی، از لوپای گوش، از پشت دست، از پچ هایی که وجود داره یا لکه هایی وجود داره از اونجا نمونه گرفته میشه و بعدا گزارش میشه. حتی مریضایی که مصاب به لپروزی می باشه اکثرا قسمت ابروهای از اونا می تکه و به اصطلاح یک نوک بینی شامنام اگر بگویم نسبتا به طرف داخل فرو میره، حتی در قسمت آرنج دستشان در اوجا جسم میکنن رشته های عصبی اکثرا در اوجا فوق العاده زخیم میشه که این هم میتونه در تشخیص لابراتواری اهمیت خود داشته باشه. خب برای تداوی از اینا اکثرا به شکل کمباینیشن تراپی یا دواها به شکل ترکیبی داده میشه و اکثرا تداویشون هم طولانی مدت است، ولی هسته تداوی را همون دابسون یا دای امینو دای فنایل سلفون تشکیل میده. به هر ترتیب تداوی اکثرا برای 2 سال گرفته میشه و یا حداقل تا زمانی که قرحات فاقد بسیل میکوباکتریوم لپری باشه. خب مثل که شما در تصویر میبینین در حالت بیناین لپروزی یا در حالت توبرکلوید یا پوسی بسیلری که گفتیم که تعداد باسیل ها فوق العاده کم می باشن، در روز از 2 دوا استفاده میشه که یکی از این دابسون است و دومش ریفامپین است. مثل که شما در تصویر میبینین به رنگ سبز نشان داده شده، در روز اول یا بگویم در روز تاریخ 1 ماه 2 دوا گرفته میشه، 2 کپسول از ریفامپیسین یا ریفامپین گرفته میشه، 1 تابلت از دابسون گرفته میشه. متبقی روزها تا آخر ما را 1 تابلت از دابسون گرفته میشه و باز در ماه دیگه هم به می شکلی تابلت تکرار میشه. یعنی تاریخ اولش باز 2 دوا گرفته میشه، 2 کپسول ریفامپیسین، 1 تابلت هم از دابسون و بعد از روزهای دیگهش تا آخر ما به می شکل تنهایی به صورت تنهایی از تابلت دابسون استفاده میشه و این تداوی تا زمان ادامه داده میشه تا ای که قرحات فاقد باسیل شود، یا تداوی از اونا رو مثل که پیشتر گفته شد حداقل برای 2 سال گرفته میشه و در حالت شکل خبیث جزا موجود داشته باشه یا شکل لپروماتوس باشه یا مالتی باسیلری باشه باز در اینجا 3 دوا استفاده میشه که ریفامپین است، دابسون است و کلوفازمین است. یعنی دریج کلوفازمین اضافه میشه و مثل که شما در تصویر میبینین در روز اول 2 کپسول از ریفامپین، 3 کپسول از کلوفازمین و 1 کپسول از دابسون گرفته میشه. متباقی روزها الاخر ما 1 کپسول از کلوفازمین و 1 تابلت ببخشین از دابسون گرفته میشه
و این تداوی ادامه داده میشه برای 2 سال یا تا زمانی که مقرهات فاقد به اصطلاح امو باسیل های مایکوبکتریوم لپری شود. و تلودومت دوای انتخابی است به خاطر عکس العمل هایی که پیشتر گفتیم به نام اریتیما نودوسوم لپروسیس یاد میشد، به خاطر از این عکس العمل یا به خاطر تداوی عکس العمل از تلودومت میتونیم که استفاده بکنیم. خب به خاطر وقایه مرض کدام واکسین وجود نداره، بنان بهتر است که از مریضای مصاب به جزام آدم دوری داشته باشه و ضمناً به خاطر شیمو پروفلاکسی در نزد اطفال میتونیم که از دابسون استفاده بکنیم. خب این بود درس ما و شما در مورد مایکوباکتریوم لپری. تا درس بعدی به خداوند یکتا می‌سپارم. خدا حافظه.